سلام خدمت دانشجویان عزیز، من دکتر قیاسی هستم. مطلبی که در موردش صحبت خواهم کرد اسکیبیز و پدیکولوز هست، یعنی گال و شپش. علاوه بر این پاورپوینت هایی که توی فایل خدمتتون ارائه میشه و صحبت های من، لطفا فصل عفونت های آلودگی انگلی پوست، گال و شپش رو از کتاب درسنامه بیماری های پوست که رفرنستون هستم مطالعه بفرمایید. من چون فایل های طولانی قابلیت بارگذاری در سامانه نوید رو نداره، من این کلاس رو در 2 یا 3 فایل خدمتتون ارائه خواهم داد. صحبت اولمون در مورد بیماری اسکیبیس یا گال هست. گال یکی از عفونت های انگلی پوست هست، یک آلودگی انگلی پوست هست که به وسیله یک نوع مایت به نام سارکوپس اسکابئی ایجاد میشه که تصویرش رو توی این دوتا عکس میبینید. سارکوپس اسکابئی یک مایت هست به رنگ سفید قهوه‌ای که خیلی کوچکه و با چشم غیر مسلح دیده نمیشه. اندازه مایت ماده یه مقداری بزرگتر از مایت نر هست و مایت ماده اندازش حدود 3 دهم تا 4 دهم میلیمتر هست، یعنی اندازه ای نیست که ما با کمک با چشممون بتونیم ببینیم. از نظر اپیدمیولوژی گال یا اسکیپیس یک بیماری، یک عفونت نسبتا شایع پوست است که میتونه افراد رو در هر سنی مبتلا بکنه. از سنین نوزادی تا سن خیلی بالا میتونن درگیر بشن با گال. همینطور در هر سطح سوشیواکونومیک این بیماری میتونه که دیده بشه. البته در مناطقی که ازدحام جمعیت زیاده شیوع اسکیبیس بالاتره، یعنی در مناطقی که تعداد زیادی از افراد توی یه محیط کوچیک با هم دیگه زندگی میکنن، چون این عفونت راحت تر منتقل میشه بین افراد، شیوع بالاتری داره. به خصوص مثلا در مراکز بهزیستی، مراکز نگهداری سالمندان یا زندان ها که تعداد زیادی از افراد با همدیگه توی یه اتاق زندگی نزدیکی رو دارن و در یک محل میخوابن، گاهی اپیدمی هایی از این بیماری اتفاق میفته و تعداد زیادی از افراد درگیر میشن. لایف سایکل این مایت سارکوپس اسکابئی به چه صورت هست؟ وقتی که این مایت روی پوست قرار میگیره، در این تصویر گوشه سمت راست تصویر میتونید ببینید، مایت ماده یک سری کانال های کوچیکی رو، یک سری نقب هایی رو که اصطلاحا بهش میگیم بارو، در لایه شاخی اپیدرم حفر میکنه. یه کانال های خیلی باریک و کوتاهی به طول حدود 1 سانتی تا 15 میلیمتر داخل لایه شاخی اپیدرم، یعنی خیلی سطحی، حفر میکنه و وارد اون میشه. جفتگیری مایت نر و ماده هم داخل همین باروها انجام میشه و مایت ماده داخل همین باروها تخمریزی میکنه. هر مایت ماده حدود 2 تا 3 تخم در روز میذاره و کل طول عمر مایت ماده حدود 4 تا 6 هفته است و بعد از اون میمیره. اگر این مایت روی پوست قرار نگیره یا از پوست جدا بشه، در خارج از پوست انسان، یعنی در شرایط محیط، در اتاق مثلا، فقط 24 تا 36 ساعت میتونه که زنده بمونه و بعد از اون از بین میره. پس محل زندگی اصلیش که میتونه تکثیر بشه و زندگی بکنه روی پوست انسان هست. در یک فردی که مبتلا به گال عادی، گال کلاسیک هست، تعداد مایت ها در بدن معمولا کمه. هر فرد مبتلا به گال حدود 10 تا 15 تا مایت روی بدنش داره. به همین دلیل انتقال این گال از یک فرد به یک فرد دیگه که مستلزم قرار رفتن مایت از بدن یک نفر به فرد دیگه است، فقط در افرادی که تماس فیزیکی نزدیک پوست به پوست به مدت طولانی دارن اتفاق میفته. مثلا در پارتنرهای جنسی این مایت میتونه راحت از بدن یک فرد به فرد دیگه منتقل بشه، یا در افرادی که توی یک خونه زندگی میکنن این انتقال به راحتی صورت میگیره. با تماس‌های خیلی کوتاه، مثلا یه دست دادن ساده بین همکلاسی‌ها، معمولا این اتفاق نمیفته و بیشتر انتقال بین افراد یک خانواده یا افرادی که با همدیگه توی یک محل زندگی میکنن و در اون محل میخوابن صورت میگیره.
انتقال از طریق اشیاء آلوده مثل لباس ها، مثل ملحفه یا سایر اشیاء آلوده هم ممکنه که اتفاق بیفته، ولی نسبتا ناشایع هست، به همون دلیلی که گفتم که این مایت بعد از 24 تا 36 ساعت در روی اشیاء بیجان یا توی محیط از بین میره. این انتقال از طریق اشیاء هم ممکنه که صورت بگیره، ولی ناشایع تر هست نسبت به تماس پوست به پوست. تظاهرات کلینیکی گال چیه؟ وقتی که یک فرد مبتلا به گال میشه چه علامتی داره؟ علامت اصلی گال خارش هست، یعنی علامت بارزی که فرد مبتلا به گال رو پیش پزشک میاره و کامپلینت اصلی، شکایتی که فرد مبتلا به گال پیش پزشک میکنه، خارش هست. این خارش معمولا بسیار شدیده و در شبها تشدید میشه. تشدید شبانه خارش در گال بسیار نکته مهمیه. ما هر وقت که در یک فرد مشکوک به گال باشیم، حتما باید در مورد تشدید شبانه خارش سوال بکنیم. و البته انواع دیگه ای از خارش هم هستن که شبا تشدید میشن، ولی خب در گال هم معمولا بیماران ذکر میکنن که خارششون شبها بدتر هست. یک فردی که برای اولین بار مبتلا به گال میشه، معمولا بعد از اینکه مایت روی بدنش قرار گرفت، حدود 3 تا 6 هفته بعد این خارش بروز میکنه. یعنی 3 تا 6 هفته اول ابتلا بیمار بدون علامت هست و علائم بعد از 3 تا 6 هفته خودشون رو نشون میدن. در معاینه یک فرد مبتلا به گال چه علائمی ما معمولا میبینیم؟ شایع‌ترین یافته در معاینه فردی که مبتلا به گال هست، وجود پاپول های کوچک متعدد اریتماتو همراه با اکسکوریشن هست. یعنی پاپول های متعدد روی پوست وجود داره که حالا بهتون میگم روی کدوم نواحی از پوست بیشتر هستن، و اغلب به علت اینکه بیمار خارش شدید داره این پاپول ها رو اکسکوریه کرده و علائم اکسکوریشن هم در پوست بیمار معمولا قابل مشاهده هست. بارو یا همون کانال ها، نقب هایی که مایت ماده روی پوست ایجاد میکنه، ممکنه که رو در گال ما بتونیم در معاینه اینها رو پیدا بکنیم. به چه شکلی هستن؟ باروها به شکل زایات خطی یا مارپیچی، خیلی ظریف و نازک، به رنگ قرمز، خاکستری یا قهوه‌ای، به طول حدود 2 تا 15 میلیمتر هستند. اگر این بارو رو در فرد مبتلا به گال، این باروها رو ما بتونیم پیدا بکنیم، این یافته کاراکترستیک هست برای گال و خیلی خیلی به نفع تشخیص گال هست. البته در بسیاری از بیماران مبتلا به گال ما نمیتونیم این باروها رو پیدا بکنیم، چون بیمار خیلی زایات رو میخارونه، این باروها ممکنه که خیلی زود تخریب بشن و ما در معاینه نتونیم بارو رو پیدا بکنیم. بنابراین وجود بارو برای تشخیص گال الزامی نیست، ولی در صورتی که وجود داشته باشه خیلی به نفع تشخیص گال هست. در گال یک سری از نواحی پوست با شیوع بالاتری درگیر میشن و معمولا خارش در این نواحی شدیدتره و علائم پوستی مثل پاپولها یا باروها هم در این نواحی راحتتر دیده پیدا میشن. در این تصویر سمت راست این نواحی نشون داده شده. کدام نواحی هستن؟ یکی از نواحی ناحیه دو طرف انگشتان دست و فضای اون وب بین انگشتی هست. درگیری این ناحیه در گال بسیار بسیار اهمیت داره. ما در هر فردی که مشکوک به گال باشیم حتما باید فضاهای بین انگشتان دست و دو طرف انگشتان دست رو معاینه بکنیم، چون در اغلب موارد گال این ناحیه درگیر میشه و حتما باید در مورد خارش این نواحی هم به صورت اختصاصی از بیمار سوال بکنیم. همینطور این نواحی، یعنی وب بین انگشت‌ها، یکی از نواحی خیلی خوب برای پیدا کردن بارو هست. اگر بارو وجود داشته باشه معمولا در این ناحیه ما میتونیم راحت پیدا بکنیم. یه ناحیه دیگه ناحیه فلکسور مچ دست هست که در گال درگیری شایعه. همینطور ناحیه آکسیلا، به خصوص چین قدامی و خلفی آکسیلا در گال اغلب درگیر میشه. ناحیه اطراف آرئول برست در خانم ها از نواحی هست که درگیریش در گال شایعه. ناحیه اطراف ناف، ناحیه کمر و در آقایون ناحیه ژنیتال. ناحیه ژنیتال، اسکروتوم، گلنس پنیس و شفت پنیس در آقایون در بیماری گال درگیریش خیلی مهمه. باز در هر آقایی که مبتلا به گال باشه
اگر ما مشکوک بشیم به گال، حتما باید در مورد درگیری خارش ژنیتال بپرسیم و ناحیه ژنیتال رو معاینه بکنیم. اگر پاپول در ناحیه ژنیتال ببینیم، این هم خیلی ما رو راهنمایی میکنه به طرف اسکیبیس. در گال معمولی اغلب صورت، اسکالپ و کف دست و پا درگیر نمیشن. البته در کودکانی که سنشون خیلی پایینه، مثلا زیر 1 سال، یا در افراد ایمونوساپرس که مبتلا به یک نوع خاصی از گال هستن که گالشون خیلی شدیدتره، درگیری صورت، اسکالپ و کف دست و پا هم ممکنه ببینیم. ولی در گال عادی معمولا درگیری در صورت، اسکالپ و کف دست و پا وجود نداره. چند تا تصویر از بیماران مبتلا به گال رو با هم دیگه نگاه بکنیم. در این دو تا تصویر میبینید در تصویر سمت راست یه سری پاپول های غیر اختصاصی در ناحیه شکم هست که علائم اکسکوریشن هم در بعضی نواحی دیده میشه. در این یکی تصویر باز این اکسکوریشن ها بارزتر هم میبینید که پاپول وجود داره و بیمار خیلی زایات رو خارونده و اکسکوریه کرده. در تصویر بعدی در این عکس درگیری ناحیه آگزیلا نشون داده شده در یک فرد در یک کودک مبتلا به گال، و در این تصویر یک سری پاپول در ناحیه فلکسور ساعد هست. همونطوری که میبینید علائم زایات بالینی، زایاتی که ما در معاینه فرد مبتلا به گال میبینیم، اغلب زایات خیلی اسپسیفیکی نیستن، حالا مگر اینکه بارو رو پیدا بکنیم، وگرنه پاپولهایی با نمای غیر اختصاصی دارن. ولی نکته ای که ما رو به سمت گال راهنمایی میکنه، یکی توزیع زایات، اگر همون نواحیی که گفتم درگیر باشه خیلی ما باید به گال شک بکنیم، وجود افراد مبتلای دیگه در خانواده، خارش با تشدید شبانه، اینا هستن که ما رو باید به گال مشکوک بکنن. توی این سه تا تصویر من عکس بارو رو گذاشتم. میبینید که یه سری زایات خطی هستن به رنگ خاکستری یا یه مقداری صورتی رنگ، یه مقداری مارپیچ هستن و این نمای خطیشون کمک میکنه به تشخیص که راحت تری منطقه هم برای پیدا کردنشون به این انگشتان دست هست. البته خیلی وقتها به خاطر اکسکوریشن زایات تخریب شدن و از بین رفتن و ما نمیتونیم اینا رو پیدا بکنیم. باز اینجا درگیری بارز فضاهای بین انگشتی رو در گال خواستم نشون بدم که وجود زایات در وب اسپیس بین انگشتان دست و دو طرف انگشتان خیلی خیلی ما رو باید به گال مشکوک بکنه. باز این هم تصویر درگیری فضاهای بین انگشتی رو در گال نشون میده. در این تصویر درگیری پریامبلیکال که یه سری پاپول های اکسکوریه هستن، یکی از باز ناحیه پریامبلیکال از نواحی شایعی درگیری گال بود و ناحیه فلکسور مچ دست هم پاپول های متعدد اکسکوریه و اینجا یک بارو هم وجود داره در مچ دست. این تصویر درگیری ناحیه ژنیتال، گلنس پنیس، یه سری پاپول داره، شفت پنیس، و اغلب بیمار خارش این ناحیه رو ذکر میکنه که درگیری ناحیه ژنیتال در آقایون هم خیلی شک تشخیصی به گال رو باید حتما در ما به وجود بیاره. در کودکان کم سن و سال، معمولا کودکان زیر 1 سال، همونطوری که گفتیم در گال عادی معمولا درگیری کف دست و پا نداریم، ولی در کودکان ممکنه که گال کف دست و پا رو هم درگیر بکنه و خیلی وقتا زایاتی که در گال کودکان ایجاد میشه خیلی التهابی تر از گال بزرگسالان هست. حتی در گال کودکان ما گاهی ممکنه که وزیکول یا بول در کف دست و پا هم مشاهده بکنیم که توی این تصویر همین وزیکول ها و تاول ها رو در کف دست و پا و زایات فراوون و درگیری کف دست و پا رو در یک کودک مبتلا به گال میبینیم. یک فرم خاصی از اسکیبیس ما داریم به نام کراستد اسکیبیس یا نروژیان اسکیبیس که شیوعش از اسکیبیس عادی، از گال معمولی خیلی خیلی کمتره، به ندرت دیده میشه، ولی چون اهمیت خاصی داره که حالا بهتون میگم لازمی که با این نوع هم آشنا بشیم. کراستد اسکیبیس یا نروژیان اسکیبیس یک نوع گال خیلی خیلی شدید هست که در افراد معمولاً در شرایطی دیده میشه که ایمنی سلولی فرد مختل هست، مثلا در افراد مبتلا به ایدز
یا افرادی که به دلایل دیگه ممکنه که ایمنی سلولشون مختل بشه، این نوع گال رو ممکنه که ببینیم. همینطور در افراد خیلی مسن، افرادی که خیلی سنشون بالا هست، یا افراد مبتلا به سندروم دان، هم این نوع گال دیده شده. در افرادی که تحت درمان طولانی با استروید، چه استروید سیستمیک چه استروید موضعی طولانی مدت هستند، هم گاهی کراستد اسکیپیس مشاهده میشه. در اسکیپیس کراستد هم علائم کلینیکیش با اسکیپیس عادی متفاوت هست که حالا میگم. هم تفاوت دیگه ای که داره اینه که برخلاف اسکیپیس عادی که گفتیم در اون اسکیپیس معمولا تعداد مایت ها در بدن فرد بین 10 تا 15 تا هست، در اسکیپیس کراستد تعداد مایت هایی که در بدن هست خیلی خیلی زیاده، به هزاران مایت هم ممکنه برسه. به همین دلیل افراد مبتلا به کراستد اسکیپیس خیلی منبع مهمی برای انتقال و انتشار این بیماری هستند. اگر یک فرد مبتلا به کراستد اسکیپیس در یک مثلا مرکز نگهداری وجود داشته باشه، ممکنه که همه افرادی رو که هستن اونجا مبتلا بکنه. بنابراین شناسایی، تشخیص زودرس و درمان این افراد بسیار مهمه. کراستد اسکیپیس از نظر علائم بالینی اول به شکل یه سری پچ‌های اریتماتو با حدود نامشخص شروع میشه که این پچ‌ها خیلی سریع روشون یه اسکیل‌های خیلی فراوان و بارزی ایجاد میشه و در واقع علامت کلینیکیش اریتم هست به اضافه اسکیل‌های خیلی بارز. کراستد اسکیپیس برخلاف اسکیپیس معمولی اسکالپ رو هم اغلب درگیر میکنه و درگیری کف دست و پا هم درش معمولاً وجود داره. کراستد اسکیپیس اول معمولا درگیری با همون نواحی شایع اسکیپیس شروع میشه، ولی اگر درمان نشه خیلی سریع گسترش پیدا میکنه و کل بدن رو درگیر میکنه. این دو تا تصویر مربوط به دو فرد مبتلا به کراستد اسکیپیس هست که میبینه درگیری کف دست خیلی بارز، به خصوص توی این تصویر اسکیل های خیلی زیاد رو میبینید در کف دست که اسکیل های خیلی فراوون همراه با درگیری واضح بارز در کل بدن ما رو باید به اسکیپیس کراستد مشکوک بکنه. باز در این تصویر سمت چپ اریتم رو میبینید به اضافه اسکیل های خیلی فراوون که در حتی تا اسکالپ هم گسترش پیدا کردن. در تصویر سمت راست درگیری در نواحی بین انگشتان هست، ولی خب اسکیل هایی که وجود داره خیلی خیلی فراوون و زیاده. خب حالا برگردیم به اسکیپیس عادی. تشخیص اسکیپیس چه جوری صورت میگیره؟ ما خیلی روش کمک تشخیصی و آزمایشگاهی خاصی برای تشخیص اسکیپیس نداریم. تشخیص اسکیپیس معمولا بر اساس هیستوری و فیزیکال اگزامینیشن صورت میگیره. ما در هیستوری باید به خارش شبانه دقت بکنیم، به اینکه آیا در افرادی که با اون فرد زندگی میکنن علائم مشابه دارن یا ندارن، نواحی که بیشتر درگیر خارش هست بپرسیم ببینیم آیا با نواحی شایع اسکیپیس درگیر منطبق هست یا نیست، و در فیزیکال اگزامینیشن باید به نواحی که اسکیپیس رو معمولا مبتلا میکنه مثل جنیتال آقایون، فضاهای بین انگشتی، اطراف ناف، اطراف آرئول برست ببینیم آیا درگیری بارز در این نواحی وجود داره یا نداره. و معمولا تشخیص اسکیپیس بر اساس شرح حال و معاینه بالینی گذاشته میشه، و همین که ما در با شرح حال و معاینه بالینی شک بالینی قوی به اسکیپیس داشته باشیم کافیه که درمان اسکیپیس رو شروع بکنیم، چون روش آزمایشگاهی خیلی کمک کننده برای تشخیص قطعی اسکیپیس نداریم. ولی اگر حالا ما مصر باشیم که تشخیص اسکیپیس رو حتما قطعی بکنیم، تشخیص قطعی اسکیپیس به وسیله پیدا کردن مایت یا تخم مایت اسکیپیس روی پوست صورت میگیره که البته معمولا کار سختی به خاطر تعداد کم مایت روی پوست فرد. به این روش که مثلا از فضاهایی که مثلا فضاهای بین انگشتان یا جاهایی که معمولا با اسکیپیس درگیر میشه باید یه لام میکروسکوپی تهیه بشه و زیر میکروسکوپ ببینیم که آیا مایت و تخم مایت رو میبینیم یا نمیبینیم، که اگر ببینیم خب تشخیص اسکیپیس قطعی هست، ولی پیدا نکردن مایت یا تخم اون به هیچ وجه رد کننده تشخیص اسکیپیس نیست. یعنی این بررسی آزمایشگاهی فالس نگاتیو خیلی بالایی داره. ما ممکنه که به احتمال خیلی زیاد ممکنه که نتونه مایت رو در فرد پیدا بکنیم، ولی اگر پیدا نکنیم دلیلی نیست که این فرد اسکیپیس نداره.
معاینه درموسکوپی که هم گاهی در تشخیص اسکیبیس کمک کننده است. درموسکوپی وسیله که در معاینه های پوستی به کار میده، یه وسیله شبیه ذره‌بینه که زایات پوستی رو با مگنیفیکیشن و بزرگنمایی خیلی زیاد میتونه به ما نشون بده. میتونیم برای پیدا کردن مثلا باروها از درموسکوپ کمک بگیریم در فرد مبتلا به اسکیبیس. در شهر ما که مشکوک میشیم که یک فردی مبتلا به اسکیبیس هست، هر بیماری که به ما مراجعه بکنه، در صورتی که یک یا چند تا از این نکات رو در شرح حال و معاینه داشته باشه، ما باید شک بکنیم به اسکیبیس. خارش جنرالیزی که در شب بدتر میشه، این نکته در شرح حال حتما ما رو باید به یاد اسکیبیس بندازه. زایات خارشدار با دیستریبیوشن تیپیک اسکیبیس، یعنی زایات خارشداری که در نواحیی که توی قبل بهتون گفتم با نواحی درگیری شایع اسکیبیس مطابقت داشته باشن، و همینطور وجود یک فرد دیگه در اطرافیان در اون خونه که سمپتوم های مشابه داشته باشه. یعنی اگر کسی بیاد پیش ما خارش داشته باشه، بگه مثلا همسرم، بچم، پدرم، مادرم، از کسایی که با من زندگی میکنن هم خارش گرفتن، این ما رو باید مشکوک بکنه به اسکیبیس. و نکته که در معاینه ما رو خیلی به سمت اسکیبیس میبره بارو هست، که البته بسیار کمک کننده است در تشخیص، ولی نبودنش رد کننده تشخیص نیست. خب منیجمنت اسکیبیس و درمان اسکیبیس رو من در فایل بعدی